گوشی خوش قیمت، چیپست پرچم دار، دوربین سلفی دوربین اصلی های کمی ضعیف‌تر از S20 تا، طول عمر عالی باتری، اما از اون طرف بدنه پلاستیکی. گلکسی S20 FE یه گوشی خوبه با یه سری ضعف ها که انتظارشو نداری. سلام، من اهورا نیازی هستم و این ویدیوی بررسی سامسونگ گلکسی S20 FE هست. یه گوشی خوب با امکاناتی خیلی جالب، قیمت تو بازه 14 تا 15 میلیون تومان. اگر قصد خرید این گوشی رو داریم با رقیب‌هاش هم آشنا میشید، نقاط قوت، نقاط ضعفش رو با هم مقایسه میکنم و در نهایت به شما یک دید دقیقی میدم که آیا به دردتون میخوره یا نه. اما قبل از اینکه شروع بکنیم، اول تشکر بکنم از تیم آی موبیک که این گوشی رو در اختیار بنده قرار دادن تا بتونم ویدیوشو براتون تهیه کنم. آدرس پیج اینستاگرامی آی موبیک رو زیر ویدیو گذاشتم، میتونید ازشون یک خرید مطمئن با خدمات پس از فروش عالی داشته باشین. قبل از اینکه شروع بکنیم، مطمئن بشید که کانال رو سابسکرایب کردید یا در اینستاگرام فالو کردین. یادتون نره ویدیو رو لایک بکنین. بریم ادامه ویدیو. مثل همیشه با طراحی شروع میکنیم. ظاهر کلی معمولیه. پنل پشتی پلاستیکیه با فریم میانی آلومینیومی. یه برآمدگی ساده هم برای دوربین ها داره. اما از اون طرف گوشی استاندارد IP68 داره و به نفوذ آب و گرد و غبار مقاومه. همونطوری که میشه از یه گوشی رد بالای سامسونگ انتظار داشت. در جلو نمایشگر 6.5 اینچی تخت سوپر AMOLED دریافت میکنید با نرخ تازه سازی 120 هرتزی و این عالی. اما رزولوشن نمایشگر در جریان باشید که فول اچ دی پلاسه. حالا فرقی نمیکنه چه نرخ 60 باشه چه 120. برای دوربین سلفی هم طراحی پانچ هول دارید که خود دوربین خیلی کوچیکه. نرخ تازه سازی 120 هرتزی یا همون نمایشگر سریعتر کمکتون میکنه همه چی خیلی سریع و روون باشه. کلا کار کردن با این دسته نمایشگرها جذاب تره. همونطوری که از یه گوشی سامسونگ انتظار میره، نمایشگر AMOLED رنگهای عالی داره، کنتراست بسیار خوب با سیاهی های خیلی عمیق. پیشینه روشنایی در حد مابقی گلکسی S20 است. 400 نیت نهایت روشنایی نمایشگر در حالت دستی و برای مکانهای خیلی روشن مثل زیر نور مستقیم خورشید در حالت اتوماتیک 820 نیت. حسگر اثر انگشت اپتیکال به جای اولتراسونی که به کار رفته در پرچمدارها. سریع ترین نیست اما عملکردش هم بد نیست. برای صدا هم گلکسی S20 FE سیستم اسپیکر استریو داره. عملکرد صداش خوبه، تو حجم 100% اسپیکرها صدای شفاف داره و هم در فرکانس بالا هم در فرکانس پایین. متاسفانه دستگاه هایی که برای طرفدارهای سامسونگ ساخته شده جک هدفون نداره. از اون طرف میتونید حافظه داخلی اون رو ارتقا بدید. در کنار حافظه 128 256 گیگ تا 512 گیگابایت هم میتونید کارت حافظه میکرو اس دی رو استفاده کنید. گلکسی S20 FE همراه با اندروید 10 وانیوی 2.5 عرضه میشه، اما به تازگی همین لحظه که دارم این ویدیو رو برای شما ضبط میکنم، گویا به روز رسانی وانیوی 3 و سیستم عامل اندروید 11 هم براش تازگی ریلیز شده. امکانات زیادی داره. دارک مود داره که چیز جدیدی نیست. ایج پنل به روز رسانی شده و کلی حالا کارآمدتر شده. میتونید ابزارهای مختلفی رو انتخاب کنید تا به صورت میانبرد دم دستتون باشه. یه قابلیت جدید داره به نام اسمارت پاپ اپ ویو که اپ هایی که نوتیفیکیشن براتون ارسال میکنن رو به صورت شناور تو صفحه گوشیتون ببینید. گیم لانچر هم اضافه شده و تمامی بازی هاتون رو میتونید اونجا مدیریت بکنید. امتیازها و اچیومنت ها رو ببینید. تو نسخه 5G شما اسنپ دراگون 865 رو دریافت میکنید و تو نسخه 4G اگزینوس 990. البته نسخه اسنپ دراگون 865 هم داره، ولی اون چیزی که وارد بازار جهانی و ایران میشه اگزینوس 990. تنها ایرادی که میشه از این چیپست گرفت داغ کردنه، که البته بخشش مربوط به چیپسته، مابقیش مربوط به پنل پشتی و سیستم پخش حرارتشه. وقتی که داغ میکنه عملکردش کمی کاهش پیدا میکنه، ولی برای خیلی ها اصلا به چشم نمیاد، اما داغ کردنشو همه خوب حس میکنن. باتری گلکسی S20 FE 4500 میلی آمپر ساعتیه. همون ظرفیت به کار رفته در گلکسی S20 پلاس و گلکسی نوت 20 اولترا. اما امان از طول عمر باتریش که فوق العاده است. نمایشگر تو نرخ 120 هرتز 310 ساعت در تست ما دوام آورد و در مقایسه میدیاتی پرو 118 ساعت دوام آورد. نمایشگر که به 60 هرتز کاهش میدید، طول عمر باتری به 118 ساعت میرسه. میدیاتی پرو هم همون 118 ساعت. گلکسی S20 FE شارژ سریع 25 واتی رو پشتیبانی میکنه، در حالی که شارژر همراه جعبه تنها 15 واته. با همون شارژر 0 تا 37% از ظرفیت باتری رو در 30 دقیقه شارژ کردیم. خیلی کند نیست اما اصلا هم سریع نیست. شارژ وایرلس 15 واتی رو پشتیبانی میکنه، شارژ معکوس داره که گجت هایی که دارید رو میتونید باهاش شارژ کنید. دوربین اصلی 12 مگاپیکسلیه با لرزشگیر اپتیکال.
همون دوربینیه که تو دیگر نسخه های گلکسی اس 20 هم دیده میشه. اما ما بقیه دوربین ها اینطوری نیستن. دوربین خیلی عریض 12 مگاپیکسلی ضعیف تره و همچنین دوربین تله 8 مگاپیکسلی داره با بزرگنمایی 3 برابری. در طول روز عکس های دوربین اصلی شارپ و بدون نویز هستن. از نظر کیفی خیلی به عکس های گلکسی اس 20 پلاس هم شبیه هن. اما رنگ ها به جذابیت اون نیست. نتایج تصاویر پورتره هم در اس 20 اف ای خوبه. تصاویر دوربین خیلی عریض نسبت به S20 کمی شارپ تره. عکسای دوربین تله 8 مگاپیکسلی خروجی 12 مگاپیکسلی دارن، واسه همین کمی کیفیت پایین میاد، ولی در کل کیفیت خوبی داره و راضی کننده است. در مقایسه کاملا عملکردی خوب مثل S20 پلاس داره و در نور کم هم عملکرد شبیه دوربین S20 پلاس. تو حالت شب دوربین اصلی جزئیات بیشتر میشه و نویز به کمترین میزان خودش میرسه. عملکردش تو ثبت نقاط روشن بهتر میشه، ولی اکثر جزئیات عکس واضح‌تر میشن. عکسای شب دوربین خیلی عریض هم خوبه، بد نیست، اما زمانی که حالت شب رو روشن میکنید همه چی خیلی بهتر میشه. عکسای دوربین تله شب S20 FE از S20 پلاس بهتره، چه در جزئیات چه در نویز. تو حالت شب هم عکسای بهتری ثبت میکنه. دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی فوکوس ثابت داره. کیفیت عکس‌ها خوبه، اما خب فوکوس ثابت داره که این خوب نیست. شما میتونید با دوربین اصلی در رزولوشن 4K در نرخ 60 فریم بر ثانیه تصویر برداری کنید. کیفیت خوب، رنگ‌ها خوب، داینامیک رنج خوب. کیفیت تصاویر مشابه S20 است. دوربین خیلی عریض هم به همچنین. قدرت فیلم برداری دوربین تله هم خوبه. رنگ ها خوب، داینامیک رنج خوب. جزئیات زیاد و دوست داشتنی. خیلی خوب. این هم از بررسی سامسونگ گلکسی S20 FE. نقاط قوتش: شناگر خوب با داشتن استاندارد IP68، نمایشگر خوب 120 هرتزی، چیپست پرچمدار، عملکرد خوب دوربین های اصلی، اسپیکر استریو، طول عمر خوب باتری و از همه مهمتر قیمت اونه که به نظر من یه جایگاه خیلی خوب پیدا میکنه. اما نقاط ضعفش: بدنه پلاستیکی، عملکرد تقریبا بد دوربین سلفی به خاطر اینه که تو این بازی قیمت فوکوس ثابت داره. فیلم برداری در رزولوشن 4K نرخ 30 فریم بر ثانیه کیفیت مطلوبی نداره. خوبه هانه که بد باشه، ولی خب خیلی بالا نیست. شارژر کند 15 واتیه که همراه جعبه عرضه میشه. اینم از نقاط ضعفش. اما در نهایت نظر من در مورد این گوشی چیه؟ اونایی که دوست دارن تجربه کار با رابط کاربری وانیای سامسونگ رو داشته باشن یا اصلا طرفدار سامسونگ هستن، نمایشگر سامسونگ رو دوست دارن، پیشنهاد میکنم این گوشی رو بخرن، چون که تو این بازه قیمتی واقعا رقیبی نداره تو خود برند سامسونگ. رقیب تقریبا همردش تو شیائومی مینوت 10ه که خیلی پیشنهاد نمیکنم به خاطر اینکه تولید این محصول دیسکانتینیو شده و دیگه تولید نمیشه، واسه همین قیمتش یه مقداری تو بازار زیاده، اما از نظر عملکردی واقعا عملکرد خوبی داره. یه رقیب دیگه داره از شیائومی، پوکو اف 2 پرو که تقریبا تو همین بازه قیمتی، نمایشگرش سوپر امولد اما 120 هرتز نیست، چیپستش از اون ور اسنپ دراگون 865، دوربین ها عملکرد خوبی داره. من خودم به شخصه بررسیش نکردم، ولی با توجه به اینی که چیپست پرچم داره عموما پردازش عکس و فیلم خیلی خوبی هم داره. باتریش 4700 میلی آمپر ساعته و با شارژر 30 واتی که همراه جعبه عرضه میشه تو 63 دقیقه 100% ظرفیت باتری رو شارژ میکنه. خب نتیجه گیری که بخوایم بکنیم، اگر برند سامسونگ رو بخواید خریداری بکنید، خب قطعاً گلکسی S20 FE. اما اگر از رابطه MIUI 12 شیائومی خوشتون میاد، امکاناتی که داخل دوربینش به کار میبره خوشتون میاد، گزینه روی میزتون شیائومی پوکو F2 پرو هست. مینوت 10 هم گوشی خوبیه، ولی خب میگم قیمتشون این نیست که باید باشه به خاطر اینکه تو بازار کمه، یه مقداری گرونه. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از اون خوشتون اومده بود حتما برام کامنت بذارید. اگه کامنت خاصی ندارین برام یه دونه قلب بذارید. ویدیو رو تا اون جایی که میشه با دیگران به اشتراک بذارید. چه مدلی؟ رگباری. ارادتمند شما اهورا نیازی.